در خدمت آقای جعفرنیا هستیم با این طرح دوچرخه جدیدشون که فرمون ماشین رو نصب کردن. خب برید شما، من فیلم میگیرم ازتون. دوستای کنم سلام، امیدوارم کارتون سابی خوب باشه. آرش کمانگیری هستم، اومدیم با یه ویدیو جدید که یه دو قسمتی تالا ازش درست کردم، اونم چیزی جز اختراعات عجیب و غریب. تو دو قسمت قبلی فقط اختراعات عجیب و غریب ایرانی نشون دادم، ولی تو این قسمت خارجی هم قاطی کردم. بزن بریم. آقا میخوام یه چیز عجیب بهتون نشون بدم، پشمتون بریزه آین برمون هوندا رو پراید. حالا اینجا چرا؟ رو بدش کن بچست حتی بوغ هم میزنه. من فکر کنم ویدیو تو وطنم چند وقت پیش درست کرده بودم، خیلی باحاله. اینکه بوغش هم وز کرده، اینش خیلی خوب بود. کاش ترمز کلاچ هم رو همین میذاشت، ما دیگه از پامون استفاده نمی‌کردیم. This is Elon Musk. این چرا فرمون داره مبله؟ اینجا ایران نیست بچه‌ها. موتور ماشین چیه الان؟ چقدر عجیب و غریب. فکر کنیم به تولید انبوه برسه. تو خیلی اومینی موبل و کاناپه و صندلی داره پشت هم حرکت میکنه. خیلی مخلصم. توالته که این موتور چرا بهش فصله؟ این خیلی سمه، قبول داریم؟ ولی خب این موتور چه کمکی به بشر میکنه الان؟ خب اون دکمه آدم میزنه سیفون میکشه دیگه، چه کاری موتور رو بذاریم اونجا؟ حالا شاید اصلا بگه این چه اختراع عجیبی. یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم، کرکوپرتون بریزه. گیره معمولی که ازش به عنوان گیره پول یا چه بدم کاغذ اون استفاده میکنین، برند پرادا اومده گیره پول تولید کرده با قیمت 400 دلار. نیا کنین بچه‌ها، یه گیره فلزی معمولیه، باهاش فقط میشه 4 تا پول کاغذ اینجوری بعد یه گیره زد. ولی خب من نمیفهمم چرا بعد اینو برند تو بگیره و واسه 400 دلار بدی. این مرد چینی یه راهکار جالب برای تعادل بین مزه و مشروب پیدا کرده. نکنی هم مزه که میخوره، مشروب هم واسه شیخته میشه. ولی ذره برعکس کار میکنه، قبول دارین؟ اول باید مشروب بخوره بعد مزه. یه اختراع دارم واسه تون، باورتون نمیشه. سوپ همزن با باتری کار میکنی یا کن؟ یعنی فکر بشر ببین، تنبلی و گوشتاری تا کجا رسیده. البته یه جایی هم به درد میخوره. تو مثلا اومدی کار داری، میخوای بشینی مثلا ویدیو بگیری ادیت کنی یا هر کاری دیگه ای، اون قشنگ هم میزنه تنه میگیره. اینم برعکس نیست، به تنبلی هم زیاد ربط نداشت. خوبه ولی قبول دارم. چرت و پرت میگه. اختراع کموطن برای جلوگیری از سرقت خودرو. به هر صورتی وقتی که فرد بیاد و روی صندلی بشینه، این اتفاق براش میفته. خیلی خطریه. حالا من نمیدونم اینو بعد دستی قطعش کنی یا نه، چون ممکنه سویچ یهو بده به خانواده‌ات، به داراشت کسی، و اونم حواسش نباشه برق اینو قطع کنه و اونجاست که دیگه. این چیه؟ اسپیکر درست کرده با این چیز ساده. چه صدای خوبی هم میده. قابلمه از چیه؟ اختراعاتی که هیچ وقت جدی گرفته نشدن. این چیه؟ دستگاه گذاشته به شکمش وز کرده و هیچ موقع دیگه غرق نمیشه و اصلا نمیخواد شنا کنه. میبرتش. این هم خیلی جالب بود. با این خیلی خلاصه رو، این رو مخه، این نمیشه حرکتو. چه چیزایی درست میکنم هر لون. خدا این هم سمیه واسه خودش. خب ایمنی نداره. این هم خیلی خطریه، اگه به کسی بخوره. آن پروازم کرد. این ایده رو من خیلی دوست داشتم، همیشه دیدمش که باعث میشه راحت بتونی از پارک بیای بیرون. نگاه کن، این خیلی حرکته. این باید به نظرم تو ماشین ها اجرا میشد. نه همچنان نکردن دیگه. خیلی خوب بود. نگاه کنی چه راحت هم میتونه دور بزنه، مثل پرگار کار میکرد.
اینا که نگاه کردیم 78 شدن بیشتر از 10 سال بود که اختراع شده بود، ولی خب الان دیگه ازش خبر نیست، چون دیگه احتمالاً یا فایده تجاری نداشته یا واقعا خیلی خطری بوده که کسی حاضر نشده سرمایه‌گذاری بکنه به تولید انبوه برسونتش. ایشون این رفتگر تو برزیل هستن، یه دستگاه ابتدا کرده که شیشه پلاستیکی رو چیکار میکنه؟ میبره؟ ببینیم دقیقا چیکار میکنه؟ بازیافت میکنه؟ آه تبدیلش کرد به نخ، نخ پلاستیکی. پویسرش رو نگاه کنی، همه این چیزها رو با این پتفیا درست کرده، چقدر جالب. چقدر جالب. خدایی خلاقیت سرافعین داشت، به نظرم از 10 من میتونم حداقل 9 بهش بدم. شما چی چند میدیم به خلاقیت این؟ بهشون امتیاز 1 میدیم. حالا برگردیم به نسخه وطنی، خلاقیت پدر اصفهانی. سلام خدمت هم آقای، چند روزی بود این دست فرمونی ماشی آقا مانی آقا چراغش کار نمیده. خب قد چراغش هم نمیشون و دور رو خشون تا این روم ادیم دیدی اینا گذاشت از این زدیم دیدیم چلیده چراغ رو شهشو کار میکنه. تن زدم آقام، گفتم این چی چیه؟ گفت دست را گرون، میگفت منم اینا خودم درست کردم. گفتم خب بابا حتی اقل یه پیر کلیدی دو پول میذاشتی با یکیشم نور بالا میزدی. چی چیه سی زنگی خونه است؟ ولی قرار یه دو پول بذارد باش نور بالا هم بتونیم بذاریم. دستش شد نکنه، از قدیم گفتن اسفانی جماعت باخ نمیده. آقا منم اولش که اینا رو دیدم فکر کردم آب میوه است، بعد که رفتم نزدیکتر متوجه شدم که بله بچهای لشکرآباد اهواز جهت رفاه حال مسافرین عزیز یه قلیون طراحی کردن که راحت میتونی همه جا با خودت ببری و بکشی. البته که استعمال دخانیات عامل اصلی سرطان رو من اصلا توصیه نمی کنم، ولی خب خلاقیت جالبی بود. خیلی خوبه قلیون دستی درست کرده، اصلا باگ اصلی قلیونی که اکثرا خب بزرگ هست یا یعنی اینکه خب بعد تو همیشهشو هماهنگ کنید، ولی خب نیاکن تو یه بار مصرفه با یه قیمت خیلی کم میتونی بخری. خلاقیتشون خوب بود، ولی خب اگه میتونی نکشین دیگه، اینم پیام اخلاقی این ویدیو. یه دستگاه دیگه اختراع شده، موشگیره، بهتره بگم موشگیر نیست، تنبیه کننده موشه. ببینیم با هم مثلا موشه نیاکن بچه ها، اگه اینجا بیاد نکنین بسته میشه و تنبیهش میکنن. خیلی روز چند میدم واقعا این سوسکی یا موش واقعی بود دردش اصلا میگره یا میگه اوه یس بیبی پلیز هاردر. ساخت مینی نیسان توسط استاد جواد افشاری، روستای زیبای کوهین. براش برو بریم حرکت میکنه. این نیسان نیست ها، با چوبه دور و برش روز کرده، همون موتور خودمونه، یه ذره اتاقش عوض کرده. عجب حرکت هم نمی کنه، اتاق سنگینه. چه زوری میزنه. جالب بود، بریم دوتا کامنت بخونیم با هم دیگه. طرف نمیشه چرا وقتی میخواد حرکت کنه رو ما هم فشار میاد. راست میگم، من داشتم پامو فشار میدادم که این زودتر بره نمیرفت. اختراع بعدی نیا کنین، پرتقال گیره با بطری پلاستیکی درست کرده. نیا کنین چقدر جالب، سیخو داغ میکنی، یه نخی میندازیم بهشو، ببین فکر چجوری کار میکنه. خیلی حرکت خوبی کرده.
چقدر جالب. ببین وقتی عقل کار کنه چقدر کار آدمو راحت میکنه. حالا نمیدونم واقعا چقدر کاری داشته باشین و بعد تو عمل ببینین، خب چون زیادم جا نمیگیری، ولی خب این ایده رو میشه بزرگترش کرد یا به جای اون بوتی چیز قوی تر گذاشت تا بیشترم جا بگیره. خیلی داشت خوب بود. نوشته اختراعی که این آقا انجام داده آرزوی خیلی از ماهاست. چیه مگه؟ خشن اندازه سرش هم بود. ایده جالبه، ولی خب کی میاد این کارو بکنه اینقدر درد سر بکشه؟ تو دفعه بعدی همین رو تخریب دوباره بریم بالا تنظیم کنی فلان کنی، چه کاری خود پن میکنی دیگه. است گشایش. امروز در خدمت آقای جعفرنیا هستیم با این طرح دوچرخه جدیدشون که فرمون ماشین رو نصب کردن. آقای جعفرنیا این چقدر هزینه شد اینو انجام دادی فرمونو؟ اون یه الان 10 درجه 500. 500 تومان هزینه شده فرمون ماشین رو گذاشتن روی دوچرخه. آقای جعفرنیا یک مقتره هستن که به این صورت رانندگی کنن. آقای جعفرنیا میتونید باش رانندگی هم بکنید؟ میرید باش؟ خب برید چون من فیلم میگیرم ازتون. برم بفرمونید. نداره سوار شو. سوار شید ببینن دوستان. داخلش پیاده میرفت همینجوری برم. سلامت مراقب باشید. خداحافظ. هنر نزد ایرانیان است و بس. آقا جعفرنیا ما هم به شما خسته نباشیم دیگه. دمت گرم. دمتم گرم. آقا جعفرنیا همینجا ولی مستقیم رفت و کاش حداقل یه دور میزد ما ببینیم فرمونش خوب کار میکنه یا نه. نرو تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری. بچه ها اینم خیلی اختراع جالبیه. نگاه کنین مگسگیره. یه سری مواد میزن روی این دستگاه، مگس هایی که اینا رو بخورن میچرخه و همه رو پرت میکنه اون پایین. این خوراک تایلنده. چهار تا این دستگاه بذارین پشه و سوسکایی که جمع میشن اینجوری بفروشی و بدی به خورد ملت. اختراعات عجیب غریبی که عمر کوتاهی داشتن. ببینین ماشینی که اگه با آدم میزد زیرشون نمیکرد. خب این چه کاریه؟ تنها کاری که راننده باید میکرد فشار دادن یه دکمه و تمام. آها باز میشه تو رو برای گرفتن دزد. اینم جالب بود. چمدانی که قابل دزدیده شدن نداره. اینم که دیدیم بچه ها اینم خیلی ایده خوبی بود. مثل 100 سال پیش بود ایده. اینا که برفاکون داره. کاروان چقدر خوب. من اینو میخوام. این به درد من میخوره. چه باحال. چه ایده‌ای بوده قدیما واقعا. دمشون گرم. به نظر شما ایده‌ای که تا الان نگاه کردین کدومشون خیلی کیف کردین و لذت بردین؟ حتما تو کامنت‌ها بنویسین ببینیم کدوم ایده از همه بهتر بود. بچه‌ها این ماشین مسابقه‌ای درست کرده با 2000 تا لاستیک. آفر. آه این از همون مشکلی هست که بهتون گفتم یه مدل دیگه شه. فقط یه دونه میزنه. همونجور که گفتم بیشتر موشه خوشش میاد تا برش بیاد فکر کنم. نایس. چیه یعنی دقیقا؟ اسلحه داره. این تو آمریکا خوب جواب ها قبول داری؟
چقدر ایده خوبی. الان فکر کنم بچه‌ای که تو ایرانیه که تو آمریکا باشن سری میان اینو پیاده سازیش میکنن، چند نفرشون که مطمئنم این کارو میکنن. سیمسوخ کن شارژی کمریه در اصل. چه سریع هم داغ میکنه. باید نیاکو ایده ایران هست کدوم سمت میره خدایا. امیدوارم به تولید انبوه نرسیده باشه این. خب بچه رسید با آخر ویدیو، مرسی که تمام تماشا کردین. یادتونه که ویدیو لایک کنین، حتما نظر خودتون همونجوری که گفتم واسه من کامنت بذارین و چک کنین که سابتون نفعیده باشه. کانال دوم هم که واسه سفرها داریم. مراقب خودتون باشین. خدافظ.